نه خوبه. نه اون اولیه رفته هوایی ردیف ردیف. خب آقا این کل کامندایی است که ما لازم داریم برای راه اندازی یک سی ای و صدور یک سرتیفیکیت. برای سی ایتون باید یه دایرکتوری بسازید و یک سری دایرکتوری که توش هست سرت نیو سرت پرایوت سی آر ال. بعد وارد اون فولدر میشید، یه فایل خالی به نام index.txt میسازید و یک فایلی به نام سریال که توش خط اولش باید باشه چی؟ 01. این فایل ها لازمه برای سی ای در واقع وقتی که سرتیفیکیت صادر میکنید، این ایندکس میره بالا تو این index.txt، سریال میره بالا تو index.txt هم در واقع اطلاعات آخرین سرتیفیکیتی که صادر کردید قرار میگیره. بعد کانفیگوریشن OpenSSL یک کپی ازش میگیرید میریزید توی چی؟ همون دایرکتوری سی ایتون. چرا این کار میکنید؟ برای اینکه ما نمیخوایم کانفیگوریشن اصلی OpenSSL تغییر بدیم، این کانفو برای خودمون تغییر بدیم. هر بار OpenSSL ران میکنیم که نیاز به کانفیگوریشن داره میگیم از کی بخونه؟ میگیم از این فایل بخونه. برای سکیوریتی بهتر کانفتون رو chmod 600 بکنید که فقط روت رید و رایت داشته باشه، کسی دیگه رید و رایت نداشته باشه. بعد از اینکه این کار رو کردید با یک ادیتور باید برید دو سه خط رو در کانف عوض بکنید. ما صرفا اول این سه تا چهار تا دستور رو ران میکنیم خب ls-l همون فایلایی که داشتیم میخواستیم اینجا چی هست. اما با vi-openssl.conf رو cnf رو باز میکنیم، میریم پایین، میرسیم به قسمتی که نوشته ca default. در ca default شما این dir رو میکنید dot، چون کانفتون همون فولدری که ca تون هست و این dot در هزار جا ازش چی شده استفاده شده. این یکی از تغییراتی که میدید. یکی دیگه تغییراتی که میدید مسیر سرتیفیکیت رو باید بذارید dir certs. اسم این فایله باید اون فایله باشه که بعداً میخواید بسازید، من نمیدونم حالا هرچی که قرار باشه. private key رو ادیت میکنید باز میشه $dir private، اسم اون private keyتون هر فایلی که قراره بذارید. ما همین myca رو میذاریم. پس برابری من الان این رو ادیت میکنم، میریم پایین تو بخش سی ای دیفالت، میگردیم دنبال سرتیفیکیت. خودش گذاشته توی دی آی آر، همونجا تو خود دی آی آر. من میگم بذار توی سرتس سلش مای سی ای، اصلا میزنیم آره هم مای سی ای، مای سی ای دات نه پم سریال هیچی، پرایوت کی این مهمه. تو پرایوت اسم اینو میذاریم مای سی ای دات کی. این مهم نیست اسم چی میذاریم، مهم اینه که بعدا سرتیفیکیتتون رو به همین نام باید تو فولدرها قرار بدید تا این بهش دسترسی پیدا کنه. خب تموم شد، با سی ای مون رو انداختیم، ولی سی ای ما الان هیچی نداره، یعنی نه پابلیکی داره نه پرایوت کی داره نه سرتیفیکیت سلف سایند داره. به اون سرتیفیکیت سلف سایند میگن چی؟ روت سرتیفیکیت، اون چیزی که باید بدید ملت رو بروزرشون اد بکنن. برای اینکه این کار رو انجام بدید با کامند OpenSSL generate SA میتونید برای خودتون یک عدد جفت کلید 4 کیلوبایتی خوب خوشگل بسازید، انکریپتش هم بکنید با یک الگوریتم ایسیمتریک مثل چی؟ تریپل دسک، که اگر یه وقت این فایل دست کسی افتاد بدون این پسکود نتونه کاری انجام بده. خب ما تو سی ای هستیم دیگه، اوکی. الان داره دیتا رندوم جنریت میکنه برای اینکه بتونه این کار انجام بده. الان انجام شد و ما یه فایلی داریم، من تری میگیرم هر بار راحت تره، یه فایلی الان داریم در پرایوت به نام ca.key. به پسوندش کار نداشته باشید، این توش هم پابلیکی هست هم چی پرایوت کی. البته اسمش رو می‌ذاریم my.ca.key. بذار من کانف رو دوباره ادیت کنم، my.ca.key اینو عوضش کنیم همون ca.key. البته اونم باید عوض کنیم. حالا خب مرحله بعدی چیه دوستان؟ شما بگید. بله تو نه کلید که داریم، مرحله بعدی تولید CSR پرایوت کی هم داریم. الان ما کلید داریم، دو تا کلید داریم، باید استخراج کنیم. چی استخراج کنیم؟
پابلیکی رو باید استخراج کنیم به صورت CSR یعنی سرتیفیکیت ریکوست ببره امضا، بعد بدیمش چیکارش کنن؟ امضاش کنن. اینو میتونی در یک مرحله انجام بدی، میتونی در چند مرحله انجام بدی؟ در دو مرحله. چرا در یه مرحله انجام بدی؟ چون فایل وسطیش ارزشی نداره CSR معمولا در یه مرحله، ولی خب بهتره که ما در همون دو مرحله انجام بدیم. در مرحله اول OpenSSL REQ new کلید رو میدید، میگید از این کلید CSR بده، یعنی پابلیک کی به من بده که در واقع اطلاعات اضافی هم بهش اتچ بکن. اینو که میزنید بعد رمز تریپل دستتون رو میزنید، حالا این اطلاعات ازتون میگیره برای ساختن CSR IR. مهمترینش چی بود اگه یادتون باشه؟ کامان نیم بود، استیت و پروینس مثلا، بعد مثلا سیتی. اینا البته برای خودش مهمه، اورگانایزیشن مثلا فرض کن میگیم که رمیس، بعد آی مثلا قسمت لینوکس مثلا، حالا آی تی. این کامان نیم مهمه. خب این کامان نیم آدرس وبسایت خود این سی ای میشه، حالا مثلا دات رمیس کو دات آی آر، و در نهایت ایمیل آدرس. همین دیتا انکود میشه. چالش پسورد نمیخوایم، یعنی کسی که میخواد از این سرتیفیکیت استفاده کنه باید این پسورد رو بزنه، چون یه روت سرتیفیکیت پابلیکه این کار نمیکنیم. ما الان سی اس آر رو داریم، بعد از رو سی اس آر حالا خودمون امضاش باید بکنیم با کلید خودمون، بس به همین راحتی با کامند OpenSSL REQ X509 متدیه که تو سلف ساین استفاده میشه. میگیم با این کلید این آقا رو امضا کن، بذارش کجا؟ به نام CA.CRT. حتی اینو بهتر بذارش توی چی؟ توی سرت. میگه 1 2 3 4 رو بده، تموم شد و رفت. تنها فقط کار که انجام بدیم دوباره باید اینو باز کنم من، این my.ca هم بکنم چی؟ ca.pem. حتی اسمش رو باید رینیم کنیم فکر کنم، چون الان اسمش چیه؟ CRT. بذار اونجا CRTش کنیم. CRT قشنگ تره. خیلی خوب، الان ما یک CA آماده به کاریم. تازه این فایل هم لازم نداریم، RM CA.CSR. ما الان یه CA آماده به کاریم، میتونیم سرتیفیکیت صادر کنیم. foo.net میاد سراغ ما. بسیار، ما برای www.foo.net میخواییم سرتیفیکیت صادر کنیم. به خاطر سکیوریتی CHMOD 400 میتونید بکنید، چون CA.CSR که هیچ وقت دیگه تغییر نخواهد کرد، فقط هم روت بهش دسترسی چی داشته باشه؟ رید داشته باشه. حتی ایمیوتیبلش هم میتونید بکنید. OpenSSL Generate SA Out فلان فلان فلان. این مرحله رو خود شخص درخواست کننده SSL هم میتونه تو خونش انجام بده، میتونه ما براش انجام بده، فرق نمیکنه. این یه جفت کلید 1 کیلوبایتی یا 2 کیلوبایتی برای خودش جنریت میکنه، از روش یه CSR جنریت میکنه، همین تا اینجا که ما رفتیم. بعد CSR رو حالا میده به ما. پس ما این در واقع این دو مرحله رو میتونیم ما با انجام بدیم یا خودش انجام بده. پس من میام اینجا، حالا چون ما داریم انجام میدیم و پرایوت کیش رو یعنی کلیدش رو میذارم تو خود همون چی؟ تو خود همون فولدر پرایوت خودم. این یک کلید 1 کیلوبایتی به نام foo.net.key. این یک CSR که از روش چی میشه؟ صادر میشه. و دیگه این CSR foo.net.csr IR. خب اگه استیت اینا رو متفاوت بذاریم که میذاریم حتما، مثلا رشت نیوز، آی آی پی، کامان نیم خیلی مهمه، ایمیل دیگه مهم نیست، تموش. این سی اس آر بنده خدا برای ما ایمیل میکنه و ما هم با توجه به پولی که ازش گرفتیم برای 600 روز
این رو ساین میکنیم با پرایوت کی خودمون. اوپن اس اس ال سی ای اینجاست که باید کانفیگ فایل بدید. یعنی آقا اگه کانفیگ فایل ندید باید هم کلید رو بدید هم همه چی. کانفیگ فایل بدید یعنی آقا هر چی لازم داری برو از این بخون. پالیسی پالیسی انیتینگ اگه اینو ندید نمیتونید این سرتیفیکیت رو ساین کنید چون استان و شهرش با شما متفاوته. بعد از اینکه امضا کردی میگی آقا اینو بعدا بذار تو سرچ، اسمش بذار foo.net.crt. چی لازم داریم برای این کار؟ داش این سی اس آر طرفو میدیم. کلید خودمون چرا نمیدیم؟ چون اینجا کانفیگ دادیم. رمز ca.key 1 2 3 4 میگه این اطلاعات اوکیه، حله، میگیم یس، میگه صادر کنم، میگیم یس. تموم شد رفت. الان اینا رو صادر کرد. وقتی صادر میکنه اگه دقت کنید در سرچ، خب ما گفتیم بذارش اینجا دیگه، ولی یه نسخه از این رو هم میاد در نیو سرتیفیکیت به نام 01.pm میسازه. این دوتا با هم یکیه. یعنی اگه من MD5 سامری بگیرم از سرچ foo.net و نیو سرچ 01.pm، شما میبینید که هر دوتا اینها یک هش دارن، برای همین یک فایل هستن. خب فرمان کنم کدوم استفاده کنید. در زم به ایندکس یه دونه اضافه میکنه. یعنی اگه شما کت بکنید فایل به سریال، فایل سریال رو میرید شده 02. اگر کت بکنید ایندکس دات تیکس رو میبینید دیتای در واقع این سرتیفیکیت صادر شده توسط شما رو تو ایندکس میذاره برای اینکه بعد یه جور دیتابیس استفاده بکنید. مرحله بعدی شما با ایمیل بهش سرتیفیکیت و فودادت رو برمیگردونید. به عنوان سی ای دارم میگم، میگه هر جایی میخوای بری، رو هر آپاچی، از هر جور سرویس میخوای بگیری اینو بهشون بده و اون کلید خودت رو بهشون بده. اگه کلید شما جنریت کردین کلیدش هم باید بهش بدی. پس این دوتا فایل رو بهشون بده برن. ملت هم رو بروزرهاشون باید چی نصب کنن؟ رو سرتیفیکیت سی ای ما رو. ما هر دو کار رو انجام میدیم. اول میریم سراغ آپاچی. خب cd/etc Apache 2 میتونم یه فولدر همینجا درست کنم؟ نه، برای سرتیفیکیت ها میخوام. میتونم بگم mkdir مثلا SSL، بعد بگم کپی کن از /ca certs foo.net.crt و همچنین از ca private foo.net.key. این دوتا رو کپی کن تو فولدر چی؟ SSL داشته باشیمش. حالا میرم سراغ سایتمون. حتی باید بریم سراغ foo.net. برای foo.net تو سایتس اویلیبل ما فقط یه دونه foo.net تعریف کردیم. یه دونه باید چی تعریف کنیم؟ foo.net SSLی. یعنی من یه کپی باید بگیرم از چی؟ از دیفالت SSL، اسمشو بذارم foo.net داش مثلا چی؟ SSL. بعد اینو ادیتش کنم. داکیومنت روت نداشت، سرور نیم نداشت، سرور نیم میزنیم، سرور نیم foo.net و دبل اینم توی الیاس میزنیم، شیکتره، میتونیم اونجا هم بزنیم سرور الیاس. خب دیتا کجا بود؟ وی هست اسلش foo.net slash htdocs. اینو اینجا میذاریم vhost slash foo.net slash vhost htdocs. بقیه اینا رو برش کن. یه راست میریم سراغ تنظیمات SSL. SSL انجین آن، اما میریم سراغ بله کلید ها. کلید ها کجان؟ slash etc apache 2. این چیزی اشتباه نمیشتم، تعداد کاراکترش کمه. apache 2 ssl foo.net.crt. apache 2 slash ssl slash foo.net.key. سیف میکنم. سرویس انیبلش نکردیم. آپاچی 2 en site foo.net-ssl
سرویس آپاچی 2 ریستارت یه چیزی گیر میده، وارنینگ دیفالت اوورلپ آن پورت 40، مهم نیستش. میگیم که اینجوری چرا باز گیر میده؟ نه بسه یه آی پیه. حالا بهتون میگم بسه چیه. دیفالت SSL دیسیبل کنیم. آپاچی 2 دیس سایت دیفالت SSL. حالا دیگه هیچی نمیگه موقع ریستارت کردن. خب اگر همه چیمون درست باشه، خب من یه چیزی نمیدونم الان من دسکتاپ عوض کنم تو اون رکورده میفته یا نه. امتحان کنم در اولین بار من اینجا بیام بزنم خب باید فودات.نت بزنم بیفته روی چی؟ روی آی پی 186. دی ان اس هم ندارم، رو مک هم مجبورم چیکار کنم؟ فایل etc هست خودم رو چیکار کنم؟ باز کنم اینجا یه دونه تعریف کنم. این آماده چیه؟ آماده foo.net www.foo.net خوب است. foo.net چرا به 127 انداختم اصلا کلن؟ چون عادت کردم. آی پی چی بود؟ 192.168.100.186. دوباره سلام میاد و چنانچه اونم میزنیم. آره و چنانچه HTTPS بزنیم این میاد. حالا ما قایقا کنیم این نیاد. برای که این نیاد چی لازم داریم؟ ما روت سرتیفیکیت چی؟ لازم داریم. بنده با استفاده از همین مک SCP میکنم از IP روت از 192.168.100.186 دو نقطه سلش CA سلش certs سلش CA.CRT رو به دات بعد تو بروزرتون، من با بروزر دیگه بلد نیستم، با این بروزر بلدم، میرید در پریفرنسز تنظیمات و اینها در بخش سرتیفیکیت ویو سرتیفیکیت ایمپورت سرتیفیکیت ایمپورت نه میرید تو اتوریتی بعد ایمپورت. خب ما میخوایم اتوریتی اضافه کنیم، CA.CRT رو میزنیم، میگه برای چی؟ میگیم برای وبسایت ها از این استفاده کن. ویو میکنیم ببینیم کی به کیه، میبینیم بله remisco.ir. آره ما به این CA اطمینان میکنیم. اوکی فایرفاکس بسته میشود، دوباره باز میشود چون سرتیفیکیت CA تو رم لود میکنه برای سریعتر شدن کار. حالا ما اگه بزنیم HTTPS www.foo.net رو HTTPS داریم foo.net رو میبینیم و سرتیفیکیتش هم چیه؟ verified هست، verified by remis. استاد چیکار کنیم که کلا کانکشنمون به یه سایت HTTPS باشه؟ چیزی که باید کنیم؟ بله جواب سوال خودت خودت باید بدی ولی ما میدیم. چندین میلیارد راه داره، یکی از انواع راهاش این چیه؟ این چیزه، این یکی از انواع راهاش اینه که شما برید اگه سرور ادمین سرور هستی میتونی foo.net رو باز کنی. خب بعد
بعد بالا مالها خوبه همینجا. یک موجودی به نام ریدایرکت بنویسی. ریدایرکت مچ. حالا میگه ریدایرکت مچ استارت اسلش دات استار دلار به https foo.net slash dollar یک سرویس آپاچی تو ریستارت. بعد اگه من یه فایل بذارم اونجا یعنی cd/vhosts/foo.net/htdocs/cp/index رو بذار به نام مثلا test.html vim/test.html test. بعد شما تشریف بیارید برید اینجا بزنید foo.net/test.html اینجوری میشید. کلا زندگی foo.net رو ریدایرکت کردید به همون آدرس روی HTTPS با یک ریدایرکت مچ کوچک. خب از کانفیگ نداره که این سایت کانفیگ دیگه این نه. دیگه بچه بیم هزار تا راه داره ولی الان بدیش چیه این من اگه گفتیم HTTP بعد foo.net خب HTTP من دیگه بازم جا میشه خب چیزه اگه HTTP شو بزنه آقا تو داری میگه هر ریکوستی اومد به این برو این الان میبینی اونجا اسم ببین من برمیدارم دور میاد ببین الان من میام اینجا اینو برمیدارم بعد انتر میکنم چیا؟ بذار من فیلم رو قطع کنم چون سنگین میشه خیلی. بعد بگو چی بود کنترل شیفت دو نبود کنترل شیفت کامند شیفت